بیش از 85% نیروی کارگر را جوانان تشکیل می دهند که در سطح منطقه بی نظیر است. اما بیش از 2,500,000 تن واجدان شرایط کار در کشور از بیکاری رنج می برند. در همین حال سال هاست که حکومت از بهر کاهش میزان بیکاری از فرستادن کارگران به بیرون از کشور سخن زده، اما تا هنوز این گفته ها تحقق نیافته است. اکنون وزارت کار و امور اجتماعی از آغاز فرستادن کارگران به امارات متحده عربی تا 2 ماه دیگر سخن میزند. خوشبختانه پس از 30 سال وقفه ممنوعیت اعطای ویزه کار بر افغان ها توسط امارات متحده عربی که ازشان ممنون هستیم رفع شده. ما در آستانه فرستادن اولین گروه هستیم که انشاءالله تا ماه حمل و ثور فرستاده شود. مسئولان اتحادیه کارگران میگویند پس از انتظار طاقت فرسا به این آرزو دست یافتند و از حکومت خواستار توجه جدی در این زمینه اند. به گفته آنان میزان بیکاری در کشور تکان دهنده است و فرستادن 2500 کارگر مشکل کنونی را حل نمی کند و باید میزان فرستادن کارگران افزایش یابد. زمانی که ما به ژنو به کنفرانس جهانی کار رفته بودیم، وزیر صاحب و تیم افغانستان اونجا قناعت امارات متحده عربی فراهم شد و اونا پذیرفتند که ما کارگرای افغان میپذیریم. به باور مقام های وزارت کار و امور اجتماعی، فرستادن کارگران به بیرون از کشور می تواند وضعیت را بهبود بخشد. به گفته آنان نیپال از نظر نفوس مانند افغانستان است و امروز بیش از 4 میلیون کارگر به گونه رسمی به بیرون فرستاده است و افغانستان نیز می تواند با استفاده از این مدل مشکل بیکاری را در کشور کاهش دهد.